بیننده و شنونده این بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من ریحان فلاح. ابتدا سرخط خبرها. خشم و خیزش شهروندان در پی آزار و برهنه کردن دانش آموزان یک هنرستان دخترانه در تهران. همزمان اعتراض دانش آموزان و معلمان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد. تداوم اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌های کشور. دانشجویان معترض امروز هم در چندین دانشگاه گرد هم جمع شدند و علیه حکومت شعار دادند. فراخوان‌های جدید در آستانه 40مین روز کشته شدن مهسا امینی. گروه‌های مختلف فردا با شعار زن زندگی آزادی گرد هم جمع می‌شوند و راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. توضیح بدید که منظورتون از این توییت چی بود؟ خیلی متشکرم از این فرصت. خوشحالم که اینجا هستم. من فکر می‌کنم که مهمه. مصاحبه ایران اینترنشنال با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. رابرت مالی از اظهار نظر اخیر خود درباره خیزش سراسری ایرانیان عذرخواهی کرد. همزمان کارزاری برای برکناری او آغاز شد. با مجموعه خبری دیگری همراه شما هستیم. مروری داریم بر جدیدترین تحولات سیاسی اجتماعی در ایران و جهان و البته تمام اخبار مرتبط با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی را به طور ویژه پوشش می‌دهیم. خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی برای دومین ماه همچنان ادامه دارد. همزمان با تداوم اعتراضات مردمی، برخورد غیرقانونی، خشونتبار و توهین‌آمیز مسئولان یک هنرستان دخترانه در تهران با دانش آموزان، موج جدیدی از واکنش‌های اعتراضی شهروندان را به دنبال داشته. بر مبنای ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، مسئولان هنرستان دخترانه صدر تهران برای پیدا کردن موبایل دانش آموزان با رفتاری خشن و غیرقانونی، آنها را مورد بازرسی بدنی قرار داده. اقدامی که باعث از حال رفتن یکی از دانش آموزان شده و واکنش تند خانواده های خشمگین از این دست برخوردها رو به دنبال داشته. مردم ریختن توی دبیرستان هنرستان، ناظم دانش آموزا رو زده، یکیشون بی حاله، حالش خیلی خرابه، نمیذارن بریم پیشش ببینیمش. مرتبط با همین اتفاقی که در این هنرستان دخترانه افتاد، معترضان دیروز در خیابان‌های کارون تهران هم تجمع کرده و علیه حکومت شعار می‌دادند. نیروهای امنیتی خیابان‌های اطراف هنرستان صدر حاضر بودند و با شهروندان معترضی که در خیابان‌های قصرالدشت و جیهون شعارهای ضد حکومتی می‌دادند، با خشونت برخورد کردند. فیلم بگیری یه چیز کن. همراهی بسیجی همه مردم رو دارن میزنن. جنگ شده بشه اینا داره زنه رو میزنه.
مردم میزنن میگن با دو آبان. اینجا خیابون کارونه منطقه ده. این هم مدرسه صدر که الان رفته بودن بچه هاشو زدن، الان هم که دارن مردم رو تهدید میکنن که بودای دوین است. همطور که در تصاویر دیدید اعتراضات تا شب ادامه داشت و بر اساس تصاویری که به ایران اینترنشنال رسیده، نیروهای امنیتی و بسیج در محله قصرالدشت تهران با ایجاد رعب و وحشت و تهدید شهروندان معترض و خشمگین را مجبور می‌کنند به منازل خود برگردند. دیشب همچنین معترضان در چند منطقه دیگه اجتماع کردند و علیه حکومت شعار دادند. ویدیویی ببینیم که به ایران اینترنشنال رسیده با این توضیح که صداهای این ویدیو ممکنه برای برخی بسیار آزاردهنده باشه. دوشنبه 2 آبان، خیابان مرتضوی. همزمان با ششمین هفته از خیزش سراسری ایرانیان، اعتراضات دانش آموزان و فرهنگیان کشور هم ادامه دارد. ویدیویی از یک از مدارس تهران به ایران اینترنشنال رسیده که بر مبنای آن معلمان هم به دانش آموزان معترض پیوستند. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مسای که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبان گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای تصاویر دیگه هم به دست ما رسیده از ادامه اعتراضات دانش آموزی در تهران و سقز، شهر محل تولد مهسا امینی. Let's go.
مهدی گلرو فعال سیاسی از مالمو همراه میشیم. خانم گلرو اجازه بده تمرکز داشته باشیم رو همین ادامه اعتراضات دانش آموزی در این سطح با این کیفیت و علارغم اون همه سرکوب و خشونت محضی که شاهدش بودیم در این چند هفته و حالا معلمانی که به دانش آموزان پیوستن، شما این رو چطور میبینید در ششمین هفته از اعتراضات سراسری؟ جمهوری اسلامی حکومتیه که کودک آزاری رو امروز شروع نکرده، آزار دانش آموزان رو امروز شروع نکرده. نسل‌های پیاپی، نسل من و شما و بسیاری از هموطنانمون که دوره مدرسه‌مون رو، دانشگاهمون رو در حکومت جمهوری اسلامی سپری کردیم، بارها و بارها مورد آزار قرار گرفتیم. ما همون نسلی هستیم که جوراب سفیدمون رو صبح نگاه می‌کردن یا کیفمون رو می‌گشتن ببینن آینه یا دفتر خاطراتی توش پیدا میشه یا نمیشه. و این کاری که جمهوری اسلامی می‌کرد، نسلی از پدران و مادران رو تربیت کرد که به فرزندانشون آموزش دادن که اجازه ندید که کسی با شما اینطور برخورد کنه. و امروز می‌بینیم که خب توی یکی دو سال اخیر هر بار توی دانشگاه‌ها این بحث‌ها بوده، اونطوری که دوست داشتن لباس بپوشن یا کیف‌هاشون یا وسایلی که دوست داشتن بیارن مدرسه، همیشه یکی از جنجال‌های بزرگی بوده که آموزش و پرورش داشته با این نسلی که در واقع در سال‌های اخیر در مدرسه بوده. اما الان می‌بینیم که موبایل و شبکه‌های اجتماعی در واقع چقدر اثرگذار هست که این بچه‌ها رو می‌گردن برای اینکه با خودشون این سلاحشون رو نیاورده باشن. به دو دلیل بسیار مهمه که موبایل ها وارد مدرسه ها بشه و این در واقع هنرستان صدر تنها مدرسه‌ای نبوده که بازرسی بدنی کردنشون به خاطر موبایل، چون به جز در واقع این مدرسه های دیگه‌ای که بازرسی بدنی کرده بودن، این مدرسه دیگه وقاحت رو به نهایت رسونده، نیروی امنیتی وارد دانشگاه کرده، خانواده‌ها رو سرکوب کرده و مورد آزار قرار داده و بچه‌ها رو لخت کرده. وگرنه در طی یک ماه بارها و بارها تو مدرسه های مختلف بچه ها رو بازرسی کردن. اما این نشون میده که چقدر عکس هایی که بچه ها، همونطور که الان تو ویدیو بود، عکس هایی که بچه ها از تو مدرسه میفرستن، سرود هایی که توی مدرسه میخونن و معلم هایی که به این بچه ها میپیوندن و کنار هم اعتراض میکنن، الهام بخش بقیه دانش آموزا و معلم ها توی مدرسه های دیگه میتونه باشه. اولین ویدیوهایی که از مدرسه های ایران در میومد با همین شعارها، با موهایی و گیسوان پریشانی که بچه ها شعار میدادن، به نظر نمیومد اینقدر فراگیر بشه. اما الان هر روز و هر لحظه از یکی از مدرسه ها در اقصانقاط ایران میبینیم که یک ویدیویی میاد و این خودش الهام بخش بچه های دیگه هست توی شهرهای دیگه و مدرسه های دیگه و خیلی میتونه هر چیزی که الهام بخش شجاعت و اتحاد باشه امروز خطر بزرگیه برای دام. بله دقیقاً، اشاره کردیم به تجربیات آزاردهنده‌ای که نسل ما هم داشتیم و تجربه کرده بودیم و حالا با این بچه هام داره میشه. دیروز در مدرسه صدرای تهران میدونید که چقدر آزار روانی بالا بوده، دختران نوجوانی که میدونید چقدر حساسن روی مسائل مربوط به ظاهر و بدنشون، رو مجبور کردن لباساشون رو در بیارن، تفکیک در واقع بازرسی بدنی کردن. یک شوک جدیدی وارد کرد به جامعه، به خانواده ها در اون منطقه. دیدی تا شب مردم توی خیابون ها بودن علارغم اینکه بهشون گاز اشکاور هم شلیک کردن. شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟ چرا همچنان داره ادامه میده جمهوری اسلامی با اینکه میدونه الان دیگه همه میبینن رفتارهای خشونتبار و وحشتناکش رو با بچه ها؟ سیستم سرکوبگر دیگه نگاه نمی‌کنه ببینه که کدوم روش سرکوبش اثرگذاری بیشتری داره. از همه روش‌ها و تاکتیک‌هایی که داره استفاده می‌کنه. وگرنه مگه اعتراف تلویزیونی دیگه نتیجه‌ای داره که هر روز ما داریم توی 23 و رسانه‌های جمهوری اسلامی با یه اعتراف اجباری جدید مواجه می‌شیم، یا استوری‌هایی که هنرمندان سلبریتی‌ها می‌ذارن و میگن که نه، ما منظورمون اون حمایت نبود، منظورمون چیز دیگه‌ایه. هیچ کدوم از این روش‌ها دیگه اثرگذاری نداره. به نظر میرسه که بعد از بیشتر از یک ماه مردم متوجه شدن که هر کدوم از این روش‌ها اتفاقاً تبدیل میشه به یک نیروی برای اینکه این اعتراض ادامه پیدا کنه. الان هر مدرسه‌ای، هر دانشگاهی، هر در واقع مراسم سالگرد درگذشت یا مراسم چهلم یا مراسم‌هایی که برای کشته شده‌ها گرفته میشه، همه اینها خودش دوباره تبدیل میشه به یک جایی برای اعتراض. اما جمهوری اسلامی یک حکومت مقتدر نیست، بلکه یک حکومت زور گوه. پس لازم نیست حتما قدرتش اثرگذاری داشته باشه. از همه روش‌هاش همچنان استفاده می‌کنه بدون اینکه نتیجه اون براش مهم باشه، بلکه مهم اینه که از اون ابزارهایی که برای سرکوب داره استفاده بکنه و اینکه چقدر روتون اثرگذار باشه که داریم نتایجش رو در هفته پنجم اعتراضات می‌بینیم.
و حالا عصبانیت ناشی از اتفاقات به وجود اومده همواره با تحریف واقعیت‌ها، گزارش‌های نادرست و دروغی که مسئولان و نیروهای انتظامی ارائه میدن تشدید هم میشه. اینها با چه هدفی دنبال میشه؟ چرا تا کی میتونه ادامه بده؟ اگر کوتاه بفرمایید. داره سعیشو میکنه جمهوری اسلامی که اخبار رو مثل همیشه تحریف بکنه به نفع خودش برای اون اندک طرفدارایی که میتونه داشته باشه، اما نتیجهش داره اتفاقا این میشه که هر بار دروغگویی و هر بار تحریف واقعیت، هر یک نفری که کشته میشه و عنوان میشه خودکشی کرده یا اینکه در جای نامعلومی توسط کسای دیگه ای کشته شده، داره خشم مردم رو بیشتر میکنه و این خشم داره تبدیل میشه به یک نیروی بزرگ اعتراضی. متشکرم از توضیحتون. مهدی گلرو، فعال سیاسی مالمو. تصاویری ببینید از تجمع امروز گروهی از شهروندان در ایستگاه مترو تئاتر شهر و قائم تهران که به ایران اینترنشنال رسیده. اما بنابر ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، در این خبر فوری اعلام شد که دانشجویان دانشگاه قم امروز هم با سردادن شعارهای اعتراضی در سخنرانی علی بهادری سخنگوی دولت اختلال ایجاد کردند. دیروز هم همونطور که میدونید سخنرانی جهرومی در دانشگاه خواجه نصیر طوسی با واکنش اعتراضی گسترده دانشجوها مواجه شد. تصاویر امروز رو ببینید. بیرون دوستان خودتون بیرون سالن نمونن، از اینا از اونایی که دور اثری عاشق بیان روی سنم به نظر من میشه نشست ایران انبی جلو بشینی که عقب دوستانی که بیرون هستن اذیت نشه، چون هم بالا همه ایستادن هم عقب خیلی ها بیرون. دیروز در شیراز جمع بزرگی از جامعه پزشکی در ساختمان نظام پزشکی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. پزشکان معترض با محکوم کردن نحوه برخورد خشونتبار با معترضان، خواستار پرهیز نیروهای امنیتی از وارد آوردن آسیب‌های جسمی و روانی به شهروندان به ویژه کودکان شدند. جامعه پزشکی شیراز همچنین ورود نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها و سوء استفاده از آمبولانس‌ها را محکوم کردند. این گردهمایی اعتراضی پزشکان شیرازی با برخورد امنیتی حتی شلیک گاز اشکاور از سوی ماموران مواجه شد. آبان 1401 سازمان نظام پزشکی جامعه پزشکی شیراز تصمیم به تجمع گرفتن. متاسفانه نظام پزشکی در رو روی اعضای خودش بسته. ببینید در بسته است. همکاران همه اینجا جمع شدن. سود داریم و نه دست نشانده کسی هستیم. اتفاقا این شما حاکمان جبارید که ماجرا را با آشوب میکشید. باید بدانیم اگر در گذشته اشخاص محل اتفاق نظر برای رسیدن به جامعه مطلوب مردم بودند، امروز این ماجرا شکل خودش را تغییر داده است و این بار اولویت مردم نه شخص بلکه یک سیستم سالم و حاصلخیز است که خود به توارد خودش را پزشکی داریم و قصدنامه یاد کردیم که از حقوق بیماران
حال به مردم دفاع کنین اینجا جمع شدین. بلاخیر به وظیفه داریم تا جایی که میشه از حقوق مردم دفاع کنین. اما خواهش دارم با توجه به چیزایی که الان به من اطلاع دادن که ممکنه برخورد بشه، دو تا کار نه، یکی فیلم برداری نکنین، چون فیلم بعد بعدن میشه مدرکی که دوستان همسایه در بله. به طور همزمان صدها تن از پزشکان در تهران برای فردا چهارشنبه فراخوان تجمع اعتراضی در محل ساختمان نظام پزشکی تهران صادر کردند. جامعه پزشکی با محکوم کردن برخورد خشونتبار با معترضان، ورود نیروهای امنیتی به محیط‌های درمانی را محکوم می‌کنند. پزشکان همچنین خواستار ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات درمانی به همه آسیب دیدگان و پرهیز از ورود نیروهای امنیتی به روند درمان بیماران شدند. جوانان محلات تبریز هم با انتشار اطلاعیه‌ای برای فردا و اعتراض در محلات، مدارس، بازار و دانشگاه‌های تبریز همزمان با 40مین روز کشته شدن مهسا امینی فراخوان دادند. در این اطلاعیه بر پیگیری اعتراض در رسانه‌های اجتماعی و تأکید شده و از مردم خواسته می شود مطالبه اخراج سفرای جمهوری اسلامی را پیگیری کنند. جوانان محلات تبریز یکی از جنبه های مهم خیزش سراسری را فضای مجازی و عرصه دیپلماسی دانستند. و جوانان محلات تهران که با انتشار فراخوانی به مناسبت 40مین روز کشته شدن مهسا امینی از تمام مردم ایران خواستند فردا چهارشنبه برای اعتراض راهی خیابان‌ها شوند. در این فراخوان از مردم خواسته شده تظاهرات علیه جمهوری اسلامی را از ساعت 11 صبح فردا 4 آبان در محلات مختلف تهران و دیگر شهرهای ایران پیگیری کنند. همکارم لیلا سعادت اینجاست برای پرداختن بیشتر به همین فراخوان و فراخوان‌های دیگه‌ای که صادر شده. آره، در چند روز گذشته فراخوان‌های زیادی برای فردا و روزهای یعنی پنجشنبه هم همچنین اومده و صادر شده. خب فردا می‌دونیم که روز مهمی هست، 40مین روز در واقع کشته شدن مهسا امینی. ما می‌دونیم که از چند روز گذشته خانواده مهسا تحت فشار نیروهای امنیتی و حکومتی هستن که این مراسم برگزار نشه، اما در واقع شهروندان سنندج فراخوان دادن و گفتن که فردا نه تنها در مراسم شرکت خواهند کرد، همچنین مثل شهرهای دیگه به خیابان خواهند آمد و اعتراض و تجمع خواهند کرد. تبریز خودت گفتی و همچنین محلات جوانان محلات تهران که این چندمین فراخوان هست و فردا هم همچنین خب برای فردا و روز شنبه قبل که گذشتن فراخوان داده بودن. اما علاوه بر اعضای نظام پزشکی تهران و پزشکان تهران، اصفهان هم امروز اعلام کرده که هم برای چهارشنبه هم پنجشنبه تجمع و اعتراض خواهند کرد. پزشکان اصفهان هم تهران هم اصفهان گفتن که میخوایم که با در واقع روپوش سفید و اون لباس کار سفیدی که میپوشن در واقع در تجمع شرکت کنن و به بقیه همکارانشون هم گفتن که اینو حتما انجام بدن. و همچنین همدان هم دیدم که اطلاعیه خیلی در چندین برگ در واقع چاپ کردن مردم و جوانان همدان و پخش شده در همه جای شهر که فردا حتما به خیابان خواهند اومد و در بیشتر مناطق تجمع خواهند کرد. فعالان حقوق زنان هم برای فردا تهران گفتن که ساعت 5 عصر در خیابان شریعتی تجمع خواهند کرد برای برابری، عدالت و زن زندگی آزادی، مثل بقیه در واقع در کنار بقیه مردم هستن. ایلام هم دیدم که درخواست تجمع داده شده، فراخوان داده شده و سران سپاه پاسداران در اون شهر رو تهدید کردن که اگه به سرکوبتون ادامه بدین ما در واقع یعنی یا عالم از شما مدرک داریم که اینا رو افشا خواهیم کرد. بله، اعتراضات دانشجو هم که بدون وقفه ادامه داره. آره، ببین من داشتم نگاه می‌کردم که تو این 40 روزی که داره از در واقع این اعتراضات و خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی داره می‌گذره، تا کنون 98 تا دانشگاه در شهرهای مختلف تجمع و اعتراض برگزار کردن. امروز هم الان من دیدم که دانشگاه شهر ری، خواجه نصیر و دانشگاه علوم اجتماعی علامه طباطبایی تجمع کردن، دارن شعار میدن. خودت قم و گفتی دانشگاه قم که آقای بهادری جهرمی رفته اونجا، ولی خب دانشگاه شریف هم خبرایی که داره میرسه خیلی جو اونجا رو امنیتی کردن، ظاهرا امروز شروع کردن و در همه جای محوطه دانشگاه شریف دارن دوربین نصب میکنن. و همچنین ایمیلی که امروز زده شده از دانشگاه شریف به بعضی از دانشجوها که اونا رو تا یک ماه ممنوع ورود کرده. تصاویر ببینیم از دانشگاه خواجه نصیر که به دست ما رسیده. مال امروزه و الان هم در جریان. ببینیم. Thank you.
خب رنگ در مورد صداها هم بگم که ما هر روز صداهای خیلی زیادی از مردم دریافت میکنیم که خیلی بر ما ارزشمند هست، به ویژه امروز و فردا احتمالاً باز هم اینترنت قطع خواهد بود. از مردم و شهروندان میخوام که صداها و تجربیاتشون و روایتاشون رو برام بفرستن. بشنویم چند تاشو. سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال و هموطنان عزیزم. ریختن توی یک باتون و تیر مشقی می‌زدن و گاز اشک‌آور به جوانای مردم، جوانایی که واسه حق خودشون اومدن توی خیابون‌ها و فریاد آزادی سر می‌دن. نکته زشتش اینجا بود که اون تیرای مشقی رو به طبقات اول خونه‌ها دروای ورودی می‌زدن و اصلا نمی‌گفتن که ایجاد رعب و وحشت برای مردمی که توی خونه ها هستن چرا؟ دختران کم سن، بچه های کم سن یا سالمندان چرا؟ یک ذره اینا انصاف ندارن، یک ذره فکر نمی کنن، فقط به اون ماموریتی که بهشون داده شده فکر میکنن و سریع کار خودشون رو انجام میدن و مثل موشی که میره تو سوراخش فرار میکنن و میرن. یک ذره فکر نمی کنن اینا هموطن ما هن، اینا مردم هن. واقعا خجالت داره. درود به شبکه مردمی ایران اینترنشنال و تمام آزادی خواهانی که با دست خالی دارن با مزدوران جمهوری اسلامی می جنگن. و همینجا میخواستم تبریک بگم به ماموران نیروی انتظامی و خانواده هاشون برای ارتقای از مامور به مزدور، از مامور مردم، از مامور امنیت مردم به مزدور جمهوری اسلامی رو بهشون تبریک بگم. واقعا دست مریضات، در مزدوری حرف ندارید. بله، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یک گفتگوی اختصاصی به ایران اینترنشنال گفت اظهار نظرش درباره خیزش سراسری ایرانیان اشتباه بوده و او کلمات درستی برای بیان دیدگاه خود انتخاب نکرده. به گفته رابرت مالی، تعریف خواسته های مردم ایران کار او یا دولت آمریکا نیست و این مردم ایران هستند که باید خواسته های خود را تعریف کنند. خوشحالم که اینجا هستم. من فکر میکنم که مهمه که آدم به اشتباه خودش اذعان کنه و باید بگم که این توییت یک مقدار بد فرموله شده بود و من و دولت آمریکا این وظیفه رو نداریم که توضیح بدیم تظاهر کنندگان در ایران چی میخوان و خواستشون چیه. اونها وظیفه‌شون هست که این رو بیان کنند. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که همونطور که انجام دادیم از لحظه‌ای که اعتراض‌ها شروع شد تحت دولت بایدن که تا با حد اکثر قوا از حقوق بنیادی مردم ایران دفاع کنیم با حد اکثر توانمون و با بیشترین شرکای ممکن. دوم اینکه اعتراض کنیم، پاسخ بدیم به کسانی که مسئول سرکوب وحشیانه این تظاهرات بودن، چه شناخته شده باشن چه نباشن، اینها رو رسوا کنیم و تحریم کنیم. و سوم و مهمتر اینکه راه‌های مختلفی پیدا کنیم با تمام توانمون که به مردم ایران امکان بده که فرار کنن از تله یا موانع اطلاعاتی رژیم که نمیخواد اجازه بده اونها با همدیگه و با جهان خارج ارتباط برقرار کنن تا بتونن که صدای خودشون رو و پیام خودشون رو، خواسته های خودشون رو به بقیه مخابره کنن و همینطور با همدیگه بیشتر صحبت کنن، بهتر صحبت کنن تا اطلاعات بیشتری داشته باشن. این کاری که ما کردیم تا اینجا و خواهیم کرد. و اگه بخواید اون توییت رو دوباره بنویسید با بهتر فرموله کنید، چطور مردم ایران و اعتراضشون رو تعریف خواهید کرد؟ برای که اونجا شما میگید مردم ایران که و بعد باقی اون توییت، اون بعد اون که چی میخواهید بگذارید اگه دوباره بخواید بنویسید؟ ببینید، وظیفه من نیست که تعریف کنم که خواست مردم ایران چی هست. این وظیفه خود مردم ایران هست. کاری که ما میتونیم بکنیم اینکه از حقوق بنیادی اونها دفاع کنیم و گام‌های دیگری که توضیح دادم برداریم. هیچ وقت کار هوشمندانه نیست که ما بخوایم بیایم خواسته های یک ملت دیگری رو بیان کنیم. اونها خودشون دارن این کارو میکنن. آقای ملی، ایران اکشن گروپ، گروه اقدام ایران، الان نقش خیلی مهمی داره. زمان خیلی خطیری هست برای دولت آمریکا، برای اینکه از یک طرف ایران یک دولتی است که در آستانه قدرت هسته‌ای داره و از طرف دیگه ما این خیزش بی سابقه رو داریم در ایران. بنابراین گروه اقدام ایران خیلی در کانون توجه هست. شما وقتی راجع به نقشتون صحبت می‌کنید، آیا هیچ ارزیابی دارید از اینکه چه اتفاقی داره می‌افته در گفتگوهاتون در این گروه؟ وقتی از ایران صحبت می‌کنید، چه ارزیابی دارین از اون چیزی که مردم ایران می‌خوان؟ آیا می‌تونید تعریف کنید این خواسته رو برای دولت آمریکا
ارزیابی شما چیست از دلایل خیزش مردم؟ باز باید این خیلی روشن بگم که این وظیفه ما نیست. مردم ایران که دارن تظاهرات میکنن خیلی روشن خواهند گفت که خشمشون به چه دلیل دلایل مختلفی هست. طبیعتا اونها باید از جانب خودشون صحبت کنن، من نمیتونم از جانب اونها صحبت کنم. دلیل خشم اونها و خواسته های اونها خودشون باید بیانش کنن. کاری که ما میکنیم از حقوق بشر، حقوق بنیادی اونها، همونطور که در سراسر جهان دفاع کردیم دفاع میکنیم، همونطور که گفتم تحریم خواهیم کرد کسانی که مسئول خشونت سبانه تظاهرات صلح‌آمیز هستند، و همینطور آزادی اینترنت رو، آزادی ارتباطات رو برای اونها تضمین خواهیم کرد. الان در تاریخ ما سابقه نداشته که گروه فریدم آنلاین کوالیشن، ائتلاف آزادی آنلاین، اومده یک بیانیه صادر کرده. برای اولین بار در تاریخ اومدن یک کشور رو محکوم کردن، کشور خاصی رو، یعنی کشور ایران محکومش کردن به واسطه تلاش‌هایی که کرده برای اینکه مردم رو از اینترنت و از شبکه‌های اجتماعی مانع از دسترسیشون بشه. آیا در حال حاضر برنامه دارید که اقدامات بیشتری داشته باشین؟ بحث GLD تو رو میدونم، تحریم‌ها رو میدونم، ولی آیا باید منتظر گام‌های بزرگتری، حمایت بیشتری باشیم از مردم، از جانب دولت آمریکا؟ بله، در روزها و هفته‌های آینده باید انتظار اقدام‌های بیشتری داشته باشیم. ما داریم با صنعت تکنولوژی ارتباطات از نزدیک همکاری می‌کنیم برای تضمین دسترسی مردم، آزادی اینترنتی مردم. در روزها و هفته‌های آینده باید منتظر تحریم‌های بیشتری باشیم. همزمان با همین اظهارات، مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، با راه‌اندازی کارزار اینترنتی خواهان برکناری رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شد. مسیح علی‌نژاد در توییتر نوشت: رابرت مالی خواسته های میلیون‌ها معترض ایرانی را تحریف کرده و به صورت مردم ایران سیری زده. او خواستار اخراج رابرت مالی از دولت بایدن شد. تا به حال و تا لحظه تنظیم این خبر، بیش از 32,000 نفر کارزار برکناری رابرت مالی را امضا کردند. بر اساس اعلام اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین، جمهوری اسلامی برای ارتش پوتین لباس‌های زرهی تأمین می‌کند و در حال حاضر حدود 1500 جریقه ضد گلوله و کلاه نظامی ساخت ایران در روسیه نگهداری می‌شود. وزارت دفاع اوکراین همچنین از برنامه تهران برای ارسال 3000 وسیله حفاظت زرهی دیگر به مسکو در آینده نزدیک خبر داده و گفته جمهوری اسلامی قصد دارد مستشاران بیشتری هم برای کمک به ارتش پوتین برای نحوه استفاده از پهپاد آرش 2 اعزام کند. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را رد کرده و این گزارش‌ها را نادرست و غیر مستند و بر اساس گمانه‌زنی‌ها توصیف کرد. امیر سعید ایروانی همچنین با انتقاد شدید از آمریکا و اروپا تحقیقات سازمان ملل درباره ارسال پهپاد از ایران به روسیه در چارچوب قطعنامه 2231 را غیرقانونی خوانده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته روسیه 2000 پهپاد انتحاری به ایران سفارش داده. زلنسکی در یک نشست که روزنامه اسرائیلی هارتس برگزار کرده گفته بود صدای چندش آور پهپادهای جمهوری اسلامی هر شب در آسمان اوکراین شنیده می شود. مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران در این روند داره ادامه میده تفسیر متناقضی است که غرب و سایر کشورها دارن. این مسئله رو ما در بحث رویکرد سازمان انرژی اتمی هم داشتیم که تفسیر جمهوری اسلامی ایران یک چیز دیگه‌ای بود در زمینه منابع اطلاعات و تفسیر غرب و سازمان چیز دیگری بود. امروز آقای ایروانی هم که اومد این مطالب رو عرض گفت، بدون استناد حقوقی گفت که جمهوری اسلامی ایران قرارداد 2231 رو نقض نکرده، ولی که ما با توجه به زمینه به این قطعنامه 2231 رو نقض نکرده. زمینه به 2231 و سند 546 بند 2 7 4 و 5 می‌بینیم که به صراحت اشاره شده که در مورد سلاح‌های متعارفی که قرار بوده که جمهوری اسلامی خرید و فروش انجام بده تا 1 اکتبر 2023 این قطعنامه شامل اون موارد هست، ولی که جمهوری اسلامی
ایران اینو میاد تفسیر میکنه و تفسیر میکنه در بحث موارد انرژی اتمی و به طور ضمنی میپذیره که تسلیحاتی رو به روسیه داده و همونطور هم که شما هم در گزارشتون گفته شده نزدیک 2000 تا پهپاد که هر کدوم تقریبا 20000 دلار الی 30000 دلار هستن و هزینه های این فقط بر دوش ملت ایران هست، چه معنوی و چه مادی، رو برای اشغالگری روسیه به اوکراین فرستاده. و کماکان همونطور امروز هم حوثی ها در حضرموت یک بندری رو با همین پهپادهای ایرانی زدن که اون هم نقض قطعنامه 2216 است. اما اینجا در بریتانیا ریشی سوناک وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا انتخاب شده و به این ترتیب به عنوان نخست وزیر جدید این کشور کارش را آغاز می‌کند. آقای سوناک فرزند یک زوج مهاجر هندی تباره، اولین نخست وزیر غیر سفید پوست در تاریخ بریتانیا خواهد بود. مراسم انتقال قدرت در بریتانیا امروز برگزار می‌شود و ریشی سوناک رهبر جدید حزب محافظه‌کار به جای لیستراس نخست وزیر مستعفی مشغول به کار خواهد شد. در همین رابطه همکارم بردیا افشین از مقابل خانه شماره 10 در خیابان داونینگ استریت که این اواخر مقیم‌های اون در واقع ساکنان اون مرتب تغییر می‌کنند همراه ماست. اما درباره همین مراسم انتقال قدرت کمی به ما بگو جزئیاتش. ریحانه، همونجوری که گفتی کلید خانه شماره 10 خیلی دست به دست گشته تو این سالها، تبدیل شده به یک امری عادی و تکرار پذیر. طی 6 سال گذشته ما شاهدیم که 5 نخست وزیر تعیین شدن، پنجمین اونها تا ساعتی دیگه وارد این خانه خواهد شد. البته این رویداد عادی و تکراری یک کمی متفاوت با رویدادهای پیشین. همونجوری که خودت تاکید کردی، ریشی سوناک اولین رنگین پوست و آسیایی تباره که نخست وزیر بریتانیا میشه در تاریخ، این بی سابقه بوده. اما دقایقی دیگه لیستراس قصد داره که از در این خانه بیرون بیاد و قرار بگیره جلوی خبرنگاران تا سخنرانی خداحافظی خودش رو قرائت کنه. اون آخرین جلسه کابینه رو ساعتی پیش در این خانه برگزار کرد. او بعداً استعفای خودش رو به پادشاه تقدیم میکنه. درست 49 روز پیش بود که لیستراس در هیاهوی طرفدارانش که اینجا کمی دورتر از من وایستادند وارد این خانه شد. حالا طرفدارانش از او خداحافظی خواهند کرد و او اون زمان وقتی وارد این خانه شد حکمش رو ملکه الیزابت دوم تنفیذ کرده بود، ملکه‌ای که تازه درگذشته، و حالا حکم استعفای خودش رو لیستراس بعد تقدیم پادشاه جدید بریتانیا چارلز سوم بکنه. البته پادشاه بریتانیا چارلز سوم اولین نخست وزیر خودش رو هم حکم تنفیذش رو امضا خواهد کرد که ریشی سوناک خواهد بود. انتظار میره آقای سوناک تا کمتر از 2 ساعت دیگه او هم اینجا قرار بگیره، سخنرانی بکنه و وارد خانه شماره 10 بشه و رسما کار خودش رو آغاز کنه. خب میدونیم که بریتانیا در موقعیت حساسی به لحاظ خصوصا اقتصادی قرار داره. ریشی سوناک چه برنامه‌هایی در دستور کار خودش داره و سیاست‌هاش که قراره در پیش بگیره چیا میدونی؟ طی 45 روز گذشته، 50 روز گذشته ما چیزی از ریشی سوناک نشنیدیم. به هر حال پیش از اینکه لیز تراس وارد این خانه بشه، ریشی سوناک با او رقابت میکرد که رهبر حزب محافظه‌کار بشه و در این رقابت در مرحله‌ای که اعضای شهروند عضو حزب محافظه‌کار رأی میدادن او بازنده بود. طرح و برنامه‌هایی که او اون زمان طی 8 هفته در واقع روایت کرده بودشون ارائه کرده بود مورد پسند اونها قرار نگرفت بود. با این حال طی 50 روز گذشته ما از او چیزی نشنیم، تا اینکه دیروز پس از اینکه به عنوان رهبر از سوی اعضای پارلمان محافظه‌کار انتخاب شد، کمتر از 2 دقیقه صحبت کرد. یک نکته اساسی داشت توی صحبت‌هاش. او گفتش که می‌خواد با صداقت و درستکاری کارش رو ادامه بده و با خضوع و فروتنی. به نظر میرسه با تاکیدش بر این دو موضوع می‌خواد بگه او متفاوته از دو نخست وزیر پیشین بوریس جانسن و همینطور لیز تراس که متهم بودن به اینکه فروتن نیستن و بسیار هم در صداقتشون خیلی شک داشتن. با این حال تاکید کرده که میدونه که در این موقعیت حساس بزرگترین مشکل بریتانیا مشکل اقتصادی است، مشکلی کم سابقه پس از جنگ جهانی دوم. او میخواد
اتحاد رو در حزب خودش به وجود بیاره و همینطور در مردم که به زعم او اتحاد میتونه باعث بشه که به این مشکلات عمده‌ای که بریتانیا باش رو به روز فائق بیاد. متشکرم از توضیحات همکارم بردی افشین که از خانه مقابل خانه شماره 10 همراه ما بودی. بعد از اینکه سخنرانی ریشی سوناک انجام شد حتما در طول روز باز با شما خواهیم بود برای جزئیات بیشتر. مرسی. ممنون که همراه ما بودید. با ما بمونید. همکارم سیما قیاسی ادامه این بخش ویژه رو به عهده خواهد داشت.